حتما تا الان تجربه این رو داشتید که توپ دستتون بوده و توسط بازیکن حریف تحت پرس قرار گرفتید، طوری که برای خلاص شدن از پرس پاسای بی هدف دادید یا حرکتی کردید که توپ رو از دست دادید. توی این ویدیو قراره به نکاتی اشاره کنیم تا بتونید به بهترین شکل توپ رو تحت فشار بازیکن‌های حریف حفظ کنید. معمولا شما وقتایی تحت پرس قرار میگیرید که میخواید تازه صاحب توپ بشید. در این صورت اگه مدافع خیلی نزدیکتون باشه، باید بدنتون رو بین مدافع و توپ قرار بدید. اینجوری میتونید فرصت مناسبی رو برای پاس دادن یا حرکت به سمت جلو پیدا کنید. زمانی که مدافع مقداری از شما فاصله داره، بهترین کار اینه که با یک تاچ اولیه از اون عبور کنید. شما باید قبل از اینکه مدافع جایگیری خودشون رو انجام بدن، اقدام به فرار از اون نقطه کنید. اما اگه تحت پرس دو نفره قرار بگیریم، چجوری میتونیم توپ رو کنترل کنیم؟ در اینجا به حرکت ریاض محرز خوب دقت کنید. بعد از اینکه توپ رو دریافت میکنه، اون منتظر میمونه تا وینیسیوس هم سر برسه. این رو بدونید که فشار مدافع دوم که اینجا وینیسیوسه نمیتونه به اندازه مدافع اول متمرکز باشه. پس به آسونی با حرکت در جهت مخالف وینیسیوس میتونه از فشار خارج بشه. یا اینجا که محرز به عنوان مدافع دوم اضافه میشه و از واکر میخواد که کناره زمین رو پوشش بده. ولی همونطور که گفتیم چون متمرکز دفاع نمیکنه، به راحتی مهاجم از فاصله بین دو مدافع استفاده میکنه. بازم اینجا میتونیم ببینیم که سیلوا صاحب توپ میشه و اول وینیسیوس بهش نزدیک میشه و بعدش که توپ رو برمیگردونه، کاماوینگا به عنوان مدافع دوم اضافه میشه. اینجا برناردو میتونه از این موقعیت و عدم تمرکز کاماوینگا برای حرکت بینشون استفاده کنه. اما یک فوق ستاره مثل مسی چجوری از زیر فشار خارج میشه؟ در اینجا مسی از بدنش برای محافظت از توپ استفاده میکنه و بعد از اینکه مدافع دوم بهش نزدیک میشه، بهترین فرصت رو برای لای زدن پیدا میکنه. اما مهمترین نکته اینه که بعد از عبور از اولین مدافع، توپ رو به خودتون نزدیک نگه دارید. امیدوارم که این ویدیو به کارتون اومده باشه. برای دیدن جدیدترین ویدیوهای ما حتما کانال رو سابسکرایب کنید و زنگوله کنارش رو هم بزنید.